بس برای نازی خانم قضا آوردم، من خود دیگه قصده شد. منم از بس در این اتاق باز شدم از پا افتادم. حالا در رو باز کن برم تو، بلکه امروز دلاش به حال من بدبخت و بیچاره بسوزه. مادر چه خبرت؟ مگه مجبوری اینطوری بدوی؟ چشمت ما کن آقا، درست حرف بزن. چرا آقا در آوردی؟ بگو ببینم چی شده. بگو چی؟ نازی خانم ضرب غذا رو شکست و یه کتک مفصل ببستن. صداتو ببر بیشور، برو یه غذای بهتر برده بیا. حتما از این غذایی که بردی نازی خوشش نیومده. برو چشم درو باز کن. پدر عزیزم چه عجب؟ این چه وضع اتاقه؟ من نمیفهمم اینجا چرا انقدر نامرتبه؟ اختیار دارین اینجا نامرتب نیست، ولی حالا میش. آخه این چه وضعیه؟ چرا همش به من ضرر میزنی؟ یه ظرف سالمه دیگه تو خونه نیست، همش تو شکستی. شما که منو تو این اتاق حبس کردی، پس چرا به زنجیرم نمیکشی؟ اگه به حرفای من گوش نکنی مطمئن باش که به زنجیرتم میکشم. پدر شما هر کاری رو که بخواد میتونید درباره من انجام بدید، ولی اینو بهتون بگم، تا وقتی که من اینجا زندونیم نه غذا میخورم نه به حرف کسی گوش میدم. دخترم بچگی رو بذار کنار، والا خوب نیست. تو دیگه حالا بزرگ شدی و خوب میدونی که من هر چی بگم تا پای جون ایستادگی میکنم. پدر چرا نمیخواد بفهمید چی میگم؟ بس درباره زندگی آینده منه. آخه چرا شما با عروسی من مخالفت میکنی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ من با عروسی تو مخالفتی ندارم، فقط من با اون پسره که تو میخوای باش عروسی کنی مخالفم. چی؟ بس اومدی تو؟ بذار رو میز غذا رو. منو اگه بکشی لب به غذا نمیزن. کسی به تو نمیگه بخور، من خودم میخوام بخورم. خیلی گشنمه، درست مثل اینه که دو روز غذا نخوردم. برو برو. به 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 چه نونی، به 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 چه گوشتی، مثل گوشت آهو میمونه. اما نه، گوشت بوغلمونه. حظ کردم از این گوشت. به به، با این حرفا دهن من آب نمیفته. نوش جون خودتون، من اگه گوشت قرقاولم بود نمیخوردم. کی به تو میگه بخور؟ تو قصه بخور جونم، قصه. آره بهتره، برای تو خیلی بهتره. البته که قصه میخورم، چون من اونو از صمیم قلب دوست دارم. بی خودی خودتو ناراحت نکن، من میدونم که تو عشق چهارم پنجم اونی. اون فقط تو رو به خاطر پولای من میخواد. آره وقتی که پولا رو خورد بدونی که بهت محل بذاره یا باد عروسی کنه میره دنبال عشق بعدی. چی میگیم پدر؟ هیچ کدوم از اون سه چهارتا رو دوست نداشت، فقط منو از صمیم قلب دوست داره. غلط میکرده که دوست نداشته، اول همین حرفا رو به اونام زده، حالا کدوم جهنم در است؟ رشت. معلومه دیگه، حتما رفته یکی دیگر رو گول بزنه. خواهش میکنم پدر این حرفا رو نزن. نمیخوای هیچی بفهمی؟ بازم شروع کردی؟ میدم زنجیرت کنن. مگه میذارم هر غلطی که دلت میخواد بکنی؟ اصلا هر کاری دلت میخواد بکن، هر جهنمی که میخوای برو. برو خیال برو راحت بکن. تو میخواد بکنی اما میرم. بیشور.
کجا هستی؟ نازی خانوم، نازی خانوم، کجا هستی؟ نازی خانوم، وای چه خاک بر سر. من که مردم چه وضع زندگیه؟ آخ اینم وضع زندگی شد. چه خبره؟ آقا به خانم گفت برو، خانومم ره. خانوم ره؟ با همه این مواظبت دختر فرار کرد. پس بهتر خودت بری اون تو. مردم جون بکنی حرف بزن. نه 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 نازی خانم از خونه رفته. چی رفته؟ ها؟ همون موقع که شما عصبانی شدین بهش گفتین هر جنبی که بخواد بری برو. عیب نداره، آدم بی پول هیچ جا نمیتونه بره. چی میگین آقا؟ لنگوی طلا دست نازی خانم بود. چی گفتی؟ اون لنگوی طلا دستش بود؟ خیال کرده؟ الان عکسشو میدم تمام روزنامه ها چاپ بکنن. نمیذارم از این شهر خارج بشه. نمیذارم بره پیش اون پسر یه جوالق. نمیذارم اون علنگوی تلاش رو بره بفروشه. چی کار میکنی؟ من نمیبینیم بقید دستون آدم نشستی. چشتون رو با کنی نواز اینکه معذرت بخوایم مواظب باشه ببینیم چی کار میکنی. معذرت میکنی مسافرین محترم بفرمایید برای صبحونه. یه را بیشتر با نمیستیم ها، سر یه را برکت میکنیم.
دو نفر خوابشون بود. چی فرمودین؟ گفتم ما الان کجا هستیم؟ ملاحظه میفرمین که تو اتوبوسی. چی گفتی؟ منظورم اینه که از سریه تمام شب بنده رو جای متکا زیر سرتون گذاشتین و خوابیدین. ببخشه معذرت میخوام. چی؟ ببخشمه؟ من تا حالا درباره خیلی ها بخشش کردم، شما هم روش. من شما صابونه نمیخوریم؟ ببخش. نه خیر، اینا دل دادن قلوه گرفتن. شما نفرمان، اتوبوس فقط یه رو وامیسا. فقط یه رو وامیسه؟ لا 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 لا، فهم خواستی یه رو واسه؟ مادمازل اعتراض داره؟ خفه، کی از تو پرسی؟ اگه میدونستم مادمازل انقدر بی رحمه. خب بعد؟ شونم و جای متکا زیر سرشون نمیذاشتم. کمک راننده؟ بله خانوم. من میرم اون طرف، اگه دیر کردم منتظرم بشی. خیلی خوب. آره تو نمیره، خیال میکنه با هتل آقا جونش داره سفر میکنه. آقای کمک راننده. بله خوب، منتظر شما میشیم. خیال میکنه نوکر پدرشون هم. من کمک رانندم، باش شوفر که نیستم. خیال میکنه باش شخصیه. ای به آدم دستور میدم. داداش یک کاسه بده؟ چشم. بفر. سرکار علیه، شما از این خوراک جوجه میل نمی فرمین؟ این چیه؟ خوراک لوبیاست. نمیدونی چیه؟ مگه تا حالا نخوردی؟ مگه فوزولی؟ کی از شما پرسید فوزول باشی؟ عصبانی شدی مادمازه. لوبیای گرم و تازه به طرز رون قازه. ممکنه نمک نریزی نمک دو؟ کی با تو حرف زد بیمزه؟ لوبیای گرم و تازه به طرز رون آخ به طرز رون قازه. بیا بخور که آشپزه بهتر از این نمیپزه. آقا شکارچی باشی تو فیلی؟ من؟ چی داری میدانی رو هوا پشه؟ بیا خود جناب آقای تو فیلی، جناب آقای هم مثل بنده مجبوری بودید که یه شخصیت برجسته از این منتسته رو برداری بیاری تو بره بیام. اونم به خاطر چه نرخواست پول؟ اونم 15,000 تومن. آخه 15,000 تومن هم پوله. چی فرمودی؟ 15,000 تومن؟ تو خیال میکنی 15 تا 1 تومنی بدبخت واسه من دیگه قمپوز زر نکن؟ یادت رفتی واسه دعیش عیم اینداختی؟ من آوردمت آدمت کردم. تو من آدم کردی؟ دیگه بهتر از این نمیشه آقای مجبوری. بله، برای فرار یه دختر 15,000 تومن. اینو ببین، اینو گربونش برم همینه، همین طرف هاست. من باید اینه پیداش کنم، حتما هر طوری شده. اینا هاشش، اینا خودشه، اونا خودشه. حضرت آقای مجبوری، اونا من میرم الان دست پر میدارم، دستگیرش میکنم، میبرم بشون باباش. تو همینجا باشه، من الان برمیگردم. هول شدم. خانم بی زحمت با بنده باید تشریف بیارین، من ببرم تون پیش پدرتون، چون ماموریت دارم شما رو ببرم. غلط کردم، ببخشید، اشتباه گرفتم. برای کنه ببینم خانم به چه جد دارید گوش جناب آقای تو بدید. خفشو به تو چه بی تر بیا بای زد زد تو بلبل گوشم.
اوی خدا جلب دردم تو هم که خید کردی هی حیف کدم بود و این نومت بچه میکشتم ای آره بچو تو رو ببرم اون بوزه ایداد تو هم بچه ممکنه یه چند دقیقه صرف کنیم نه آقا با سر بس خواهش میکنم اون چند بدونم به تو هم بردم بفرم مرسی بزن بریم آقا مگه اتوبوس رفتی؟ بله رفت اتفاقا خیلی هم منتظر شما شد این کمک راننده چه آدم مزخرفی بود بهش سفارش کرده بودم که تا برنگشتم حرکت نکنه همینطوره شما سعی میفرمین خانم خیلی بد کاری کرد که هم به شما رو اطاعت نکرد راستشو بخوای سرپر لیا رو نشنه متشکرم اما چرا جناب عالی تشریف نبردی فکر کردم به درد شما میخوره من که بچه نیستم اما حرکاتت مثل جوجه میمونه که تازه سر از تخم بیرون آوردی من از این مزخرفات هیچ خوشم نمیاد اصلا تو درباره من چطور فکر میکنی من شما رو خوب شناختم خانم چون شما هم خودتون رو خوب میشناسید اهه این که عکس منه نه خیر این عکس بنده است اسم بابام آقای مملوکه من به خاطر یه عشق از منزل فرار کردم و بابام به جوینده 15,000 تومان پول داد عجب پس تو به خاطر 15,000 تومان اینجا موندی ها؟ ناراحت نشو دهنی تو ببند صدات هم در نیاد هر وقت که رسیدیم اونجا بهت حواله میدم هر چقدر که دلت میخواد برو بگیر مثل اینکه شما پول دارا معنی انسانیت رو نفهمیدی یکم اشتباه میکنی اونی که این کارا رو میکنه انسان نیست بلکه یه حیوانه یه حیوان درنده خب آقای انسانیت حالا چیکار کنی؟ من حاضرم به جناب عالی سند بدم که واقعا یه انسانی تو جواب بده دیگه این چه انسانیتی که جواب منو نمیدی؟ چه جوابی بدم؟ تو حرف پدرتو گوش نکردی اون بیچاره حتما بهت گفته که پسره جوان خوبی نیست تو هم گذاشتی از خونه فرار کردی خفه شو کسی حق نداره به کار من دخالت کنه عجب دختر وحشیه کتکش بزنی پا تو ماچ میکنه نزنی سوارت میشه حسن یا روزنامه رو بگیر برم عکس دفتیرات 15,000 تومن جایزه گم شدن دختر 18 ساله عکس دفتیرات گم شدن دختر 18 ساله 15,000 تومن جایزه برم یه دونه بدم ببرم عکس تفسیرات گم شدن دختر 18 ساله حالا بیا اینو درستش از اینجا دیگه نمیتونیم تکون بخوریم بهتر بریم توی مهمونخونه بمونیم تا سر صدا ها بخواد را بیا عکس تفسیرات گم شدن دختر 18 ساله 15 آقا برای امشب اتاق میخواد تمام اتاقای مهمانخونه پره ولی یه اتاق یه تخت خوابه داریم اما چیز خانم همسر بنده هستن آها خیلی خوب بیا پسر بیا آقا و خانم رو ببر اتاق شماره 7 راهنمایی کن بفرمایید بفرمایید قربان اینجا اتاق شما دیگه با من کاری نداری؟ هر وقت کار داشتم زنگ بزن. چشم. بیا تو. تو خیلی بیجا کردی گفتی من زن تو هم. مجبور بودم بگم زنمی. من نهیدی گفتم یه اتاق پر. اصلا من تو اتاق بیا نیست. خب نهیا. کسی نازتو نمیکشه به جهنم. رو که نیست سنگ پا.
اما قرص توی قلبم لوه کرد تو مشتمی نمیذارم دیگه از دستم در بری تازه گیره رو بردم پوزه ذات من اینجا تو مشتمی دیگه چهارم من رو گذاشته پشت در من که نبردم جیرت برم من الان واسه در میزنم من درو با لنگر میزنم من کیه؟ آقا این خانم متعلق شماست برو آقا الحمدلله به خیر گذشت کلش ناراحت نشو ببین این اتاق مال تو این اتاق مال من آقای انسانیت من اینجا به خواب نیستم ببخشید مادمازل ای فکر کردی که با خوشگلی تو ثروتت میتونی جلوی چشم منو بگیری کور خوندی من یه منظور دیگه ای دارم مثلا منظور آقا چیه؟ منظورم اینه که بعد از این سفر جریان زندگی تو رو تو مجله چاپ کنم پس حضرت آقا مدیر مجله مدیر که چه سردبیر هست حالا که منظورت فهمیدم اصلا اینجا نمیمونم خودم الان از این پنجره میندازم پایین ده راست میگی؟ بنداز جونم به جهنم که میندازی هر وقت خواستی خودتو بندازی پایین منو صدا کن از این بالا پرتت میکنم پایین دلم برات میسوزه لازم نکرده آقا دلشون برای من بسوزه گوش کن جونم تو باید برگردی خونت چون کسی رو که دوست داری آدم خوبی نیست تو از کجا میدونی؟ برای اینکه پدرت باش مخالفه مگه مخالفت پدرم دلیل بدیشه؟ 100%. برای اینکه هیچ پدری بد دختر خودشو نمیخواد این مربوط به زندگی منه به تو چه که نصیحت میکنی؟ خیلی خوب ولی وقتی که فهمیدی آدم بدیه اون وقت افسوس میخوری که ای کاش حرف آقای انسانیت رو گوش میکردم من فعلا میرم کنار دریای کمی قدم بزنم در ضمن میتونی پیژامه منم بپوشی و استراحت کنی
چه خبره؟ چرا منو تنها گذاشتی؟ ببین چجا قلبم میزنه، فرسیدم. اون چه صدایی؟ بیبر چی؟ رابی نگرد رسیدیم همینجا رسیدیم. بفرما برویم پایین. کجا رسیدیم آخه؟ ما رو وردشتی آوردی تو این بیراهه که چی بشه؟ هیچ میدونی اینجا کجاست؟ نه بگو کجا؟ یه قبرستون، یه درخت هم داره که مراد میده اونها. دی؟ این قبرستونه؟ این بریم حرکت. کجا؟ من از مردگان میترسم. مواظب باش تیر اندازی نکنی. خب که گفتی مادرت اومده اینجا و واسه خب بالاخره خدا بهش بچه داد یا نه؟ عجب آدمی هستی. خب معلومه دیگه خدا منو بهش داد. کاش که خدا تو رو بهش نمیداد تا من اصلا قیافه نفس تو نمیدم. چطور شد؟ به بچه کشتن چلو شد. نه این جونورا از این طرف میاد چیکار؟ شاید زاخسیای ما رو چوب زده. زود باش، زود باش نزدیک درخت بکش. زود باش. یالا. بیا دیگه. الان. بیا ببین. زود باش. بگه. درخت بکش. خیلی خوب. بودو یالا. اگه من گیرشون بیارم پیداشون میره. بریم بابا قرمشو میکنم. خب، چه گفتی اومدی اینجا مقصودت چیه؟ آها حالا شدی بچه حسابی. منظورم اینه که پای درخت مراد ازش بخوایم تا شاید دختره رو گیر بیاریم و صاحب 15000 تومان بشیم. تو بالاخره با این 15000 تومان جونت هم به خطر میندازی. حالا بریم جلو، تفنگامون رو میذاریم اینجا چون ممکنه درخت مراد بدش بیاد. من نمیره. اونهاش بریم. درخت مراد در تفنگ بدش بیاد. خیلی جونم. خب اینجا وای خدا جونم، خدا من میترسم، خدا جونم میترسم. نترس، برا میترسم. بعد بخوا میترسم تو بترسی. من از این چیل نمیترسم. نشن مرگوان، میخوایم که به ما بگی آیا محل این دختری که از خونش فرار کرده میدونی یا نه؟ نه نمیدونم. چرا شما آمدین اینجا؟ نمیدونم. چرا آمدین؟ در درخت مراد بالاخره جواب تو داد. خودشه. شما خجالت نمیکشین؟ بازم دستوردار نیستین؟ جناب آقای مجبوری پیداشون کردم. برو دختره رو بیدارش کن، میخوام ببریم پیش باباش. این دفعه دیگه حق با شما جناب آقای توفیلی. اطاعت میشه قربان. میون اگر جا تکون بخوری میکشم. چی؟ خیال میکنی شیپیزه که بکشی؟ معطلش مجبوری بر جلو. من نفهمیدی چی گفت. اگه راست میگی خودت بیو جلو. ای بی ارزه، بیا کنار تا خودم برم. بی لیاقت، بی شخصیت. حالا دیگه من بی لیاقت نیست. لازم بلند شد تو حساب اینا رو بری. خجالت نشو. دختر مردم عشقی فرار کردی. به تو مربوطه مرد حسابی به کار مال خالت میکنی ها؟ چی؟ به رفیق من فوش میدی. خیال رسیده. نازی بلند شو. جناب آقای مجبوری اجازه بدین من حساب این دختره تو حسابداری میرسم. نخر حساب رو بدین من خودم با من هم کنم. اگه من این ملافه رو هر بسر من بردار بزنم بس که این اوتو من بزنم بکشمشون بکنم دول نبردشون کنم. کشم کشم بایی خدا گیت شدم بایی نیستان گیت شدم.
چرا نشستی؟ چی شده؟ هیچی، بنزین تموم شد. میگی حالا چی کار کنیم؟ کاری نداریم بکنیم. مادمازل فرمونه موتور رو میگیرم، منم حولش میدم. خیلی خوب. ببرمین های دوبلی، اینم ضررش شما. موتورمونو که بردم. آخه من احمق به او به حرف تو بیشون گوش میکنم. درخشید آقای مجبوری، من با لباس تمام رسمی شکار از شما معذرت میخوام. میخوام 70 سال سیار نباشید بخواه. بابا های سلام علیکم داشت محسین. حیات سلام عرض میکنم. چیزی سلام عرض میکنی؟ من با اون رفیقه. سلام عرض میکنی؟ خاک. سیلی محسین خانم عوضی گفته. نه محسین خانم. مردم خدا جونم. مردم عباس را اومدم. نه نه آقای مجبوری، دست نگهدار، من حوصله مرده کشی ندارم. اونم پای پیاده. صبر کن موتور رو پیدا کنیم بعد ببینیم که بتونم اقلا نشد و سعی و سالم به قبرستون برسونم. خفه خون بگی، خفه خون بگی. من حالا حالا نمیبینم. من تو رو تا با دستای خودم کفن نکنم و به خاک نسپرم و نمیبینم. اصلا نمیدونم از تو چیکار بکنم. بیچاره شدم. از اون یکی نیست به من احمق بگه چرا به حرف این گوش کردی. چیه، چه خبره؟ خیلی خسته شدم. نه ترس، دیگه چیزی نمون. از اونجام سوار اتوبوس میشه. گفتی دیگه چیزی نمونده؟ کی میتونه جلوی گذشته زمان رو بگیره؟ بین گذشته زمان تا خود زمان فرق بسیار. قبلا دلم میخواست پردر بیارم، ولی حالا که فهمیدم چیزی نمونده برسیم، دلم نمیخواد اصلا جلو برم. ولی من شنیدم انسان هر چقدر به معشوقش نزدیکتر میشه، بیشتر دلش میخواد جلو بره. من دارم یه چیز دیگه ای حس میکنم. چی حس میکنی؟ میدونی من حس میکنم که در رشت از منزل مقصودم جدا میشم. پس این همه دردسر رو بی خودی کشیدی؟ اشتباه میکنی. لطف و صفایی که بین مردم عادی دیدم. از کلاس شیش رو بالا صحبت نکن. برو لباسات عوض کن. راست میگم. باور کن راست میگم. زندگی پر تجمل مثل آفتاب لگن هفت است. شام و نهار هیچی میمونه. عمو جون، چرا به خاطر خودتون ناراحت میکنید؟ چی داری میگی پسر؟ الان چند روزه که نازی گذاشته رفته. خواب و خوراک رو به من حروم کرده. خب تقصیر خودت. تو هم اینطور فکر میکنی؟ نه عمو جون، ولی کار راه داره. چرا؟ خیلی ساده است. شما هم یادن چند سطر بدین روزنامه منتشر کنم. چی رو منتشر کنه؟ عمو جون حوصله داشته باشین تا حرف من تموم بشه. بفرمایید. خبر عروسی من و نازی رو بدین روزنامه. نمیخواد تو برای من تکلیف معین کنی. برو دنبال کارت. من خودم بهتر. چون دختر شاهبری و پدر من به آسمون، چون دختر شاهبری و پدر من به آسمون، بیا بشیم هم سفر و بریم تو رویا، به زیر پامون بذاری جنگل و دریا. بیا بشیم هم سفر و بریم تو رویا، به زیر پامون بذاری جنگل و دریا. نه بابا، دیگه چی؟ خوب میخونی؟ فازیه، من باید یه حقیقتی رو بهت بگم. چیه؟ من دیگه به رشت نمیرم. میخوام پیش تو بمونم. از شیش به بالا صحبت نکنم، بریم بخوابیم تا صبح.
فازل آقا شوهر منو ندیدی؟ والا موتورشونو برداشتن و رفتن. به شما چیزی نگفتم؟ نه خیر چیزی نگفتم. سوار موتور شدن و رفتن. نازی آقا معذرت میخوام، خانم منو ندیدین کجا رفت؟ بیش از اینکه شما بیاین خانم رفت. کجا رفت؟ حرفی نزد. بی معرفت ما رو گرفتار خودش کرده. گاهی آدم نقشه میکشه ولی اون کسی که اون بالا نشسته نقشه آدمو به هم میزنه. چطور شد که به این زود؟ ولی اون کسی که اون بالا نشسته نقشه آدمو پر. وقتی شانس میخواد بیاد خیلی طول میکشه ولی وقت رفتن زود میره. عشق کار خودشو کرد. وقتی فهمید بهش علاقه من شدم گذاشت و رفت. آخه برای چی رفت؟ نمیدونم. حتما رویش عوض شد. با عوض شدن اون زندگی منم عوض شد. اینجا بمون و مثل سابق به کارت ادامه بده. نمیتونم بمونم، میرم تهران. پس این پولو بگیر لازمت بشه. نه
داستان نیمه تمام پول احتیاج نداره. من مطمئنم که داستان تو دوباره از نو شروع میشه. نه، دیگه لازم نداره. بیا، تعارف نکن، تو هنوز خیلی جوانی، نمیدونی چه کار کنی. خدا میدونه که در زندگی چقدر از این قصه ها باید بیاد و بره. قصه به این زیبایی دیگه نصیبم نمیشه. این قصه با خون دل نصیبم شده بود، اما حالا دیگه دلم مجروح و بیمار، ممکن نیست قصه دیگه ای برام پیش بیاد. فاضل، عشق واقعی با قلب سالم پیدا نشده، بلکه با دل خونین به دست اومده. من امیدوارم این شکست باعث ناامیدیت نشه. امیدوارم که موفق بشی عزیزم. متشکرم. خدا حافظ. برو جانم، به سلامت. دم 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 نخوم بابا. او آقای مجبوری، مثل اینکه مجبورن آقای دوست تشریف آوردن. آره داره میاد. یالا مطلب چی هستی؟ دوباره پلیس صدا کن. صبر کن بیاد جلو، خودم حسابشو تو حساب نه خیر، اتفاقا خودم باید حسابشو برسم. من حسابم بهتر از تو. بیا جلو، نگاه کن چه سلانه سلانه داره را میاد. انگاری اصلا دوستی نکرده. اوه شما هستی؟ بله، حالا شناختی؟ بله، شماها یادگار زمان خوشی هست. آی تو فعلی ملاحظه میفرمایی؟ ببین تو این چند روزه امیدم رفت، نور امیدم هم با خودش بود. چه حرفای قلمبه سلمبه میزنه، از سر و پاش داره غم و غصه میریزه. ببینم چی شده طرف. هیچ، من تو فکر بودم که چطوری شما رو پیدا کنم موتورسیکلتتونو پس بدم. آره آره جون خیره، میخواستی پس بدی. این موتورسیکلت دیگه به درد نمیخوره، همه چیزش خراب شده. هزار تومن باید بدی. عقیده تو چی آقای تو فعلی؟ آقای مجبوری، مگه مجبوری سخت بگیری؟ خواهش میکنم، این بیچاره است، بیچاره بدبخت بوده که بیچاره شده. خیلی خوب، پول نمیخوام، برو بخشیدمه. جلو طرف بذار سرم. خواهی تو سرم. متشکرم، ولی من پول دارم، حاضرم موتورسیکلتو بخرم. داری قابلی نداره، متعلق به خودتونه. چی؟ میگه قابلی نداره؟ چرا قابلی نداره؟ اتفاقا خیلی هم قابل داره. بده من آقا جون، بده من. قربون دست خیرشو ببینی. یا خدا اوش بیا خدا. رنج نزن تو چه مدن. خدا. چی؟ کجا داره میره؟ خیال کنم. جنم چی کرد؟ میخواه بره؟ این رب یا باید. بیا من بریم، بیگردن! بریم، بیگردن! الو، چی؟ شما؟ چی گفتی؟ نازی؟ دخترم؟ دختر قشنگم؟ میدونستم که بالاخره پدرتو تنها نمیذاری. چی؟ پشیمون شدی؟ میخوای بیای تهران؟
مگه کجا هستی؟ ها؟ رامسر؟ خیالت از بابت پول راحت باشه. با طیاره میارمت. الان تلفن میکنم فرودگاه. هواپیما برات کرایه میکنم. آره دخترم. دخترم همین الان برو فرودگاه رامسر و منتظر باش. فهمیدی؟ دخترم. آهای بیشورا کجایین؟ دخترم خودش میخواد بیاد خونه. چی دوباره؟
سلام نازی خانم. حالتون چطوره؟ من میخواستم بیام فرودگاه ولی دیر خبر شدم. چی شده؟ عمو جون. بیشور. ببین تلفن با کی کار داره. چشم. شماره بخوا. الو شما کی هستین؟ چی؟ فاضل؟ کدوم فاضل؟ پول؟ چه پولی؟ چی؟ دخترم خودش پیدا شده. بله؟ خجالت بکش. خجالت نمیکشن. بیشورای احمق. از این غذا نمیخوره. گفتم که لوبیا درست کنیم. درست کنیم. بیشور اینچ کردی، ها؟ قربان. لوبیا. چی گفتی؟ لوبیا؟ بله پدر. لوبیا چیتی. چی گفت درست کنی؟ من گفتم پدر. تو گفتی؟ چرا؟ این یادگار روز خوش زندگی. لذتی که از این غذای فقیرانه بردم تا حالا از هیچ غذایی نبردم. اگر اینطوره همیشه از این به بعد رو میز من باید. عجب تصادفی دخترم. من که از بچگی پولدار نبودم. روزگار سختی رو گذروندم. خیلی خیلی سخت. ولی از سر کار و کوشش به اینجا رسیدم. از این لوبیا برای منم بکش. بعد از مدتی امروز میخوام لوبیا بخورم. یادش به خیر، عجب روزگاری بود. بله همین لوبیا غذای دائمی من بود. لوبیا یه گرم و تازه به سرد رون گازه. ممکنه نمک بود؟ این بود دارد بود. نازی دخترم چی شده؟ چی شده؟ چرا ناراحتی؟ حرف بزن، جواب بده، خواهش میکنم. از گفتنه؟ جان بابا، بگو چه شده؟ حرف بزن. بیشتر ناراحت میشم. باور کن، حاضرم تمام ثروتمو بدم ببینم که تو همیشه میخندی. ببین پدر، سعادت زندگی رو به هیچ وجه نمیشه با پول خرید. حس میکنم که عشق اثر عمیقی در تو گذاشته دخترم. لطف نسیم شما رو فقط میشه حس کرد، نمیشه تشریح کرد. عجب مرد خوشبختیه دخترم. من حاضرم کتبم بنویسم به تو بدم که آزادی، با هر کسی که دلت میخواد ازدواج کنی، حتی با اون پسره، به شرط اینکه همیشه بخند. میدونی دخترم، من دیگه از اون عقیده خشک خودم دست برداشتم. فهمیدم زندگی تو زندگی منه، خوشی تو خوشی من. متشکرم پدر.